درود به همه دوستان عزیز به دوستانی که با من همراه هستند باز هم مجالی فراهم اومد که بتونم در خدمت دوستان عزیز باشم در این نوبت باز هم میخوام با آقای رایفی پور بپردازم کلیپ از ایشون به دست من رسید که من ندیده بودم یکی از دوستان زحمت کشید این کلیپ رو به من معرفی کرد و برای من فرستاد که ایشون ادعا داره آقای رایفی پور در مباهله با اهل سنت پیروز شد و باعث شد که مادر یکی از این افراد سکته کنه و نیمی از بدن این فرد بیهست بشه بذارید صحبت رو خلاصه کنم مقدمات رو خلاصه کنم کلیپشون رو پخش کنم تا دوستان ببینند و ما بین صحبت های آقای رایفی پور میتونم مباعث رو برای دوستان صورت ببخشم خدمت شما آرز بشم یکی از دانشجویان عزیز که در و منطقه کردستان بودن اینا حالا تحت یک سری آزار و عذیت های عجیب قریب قرار گرفتن که حالا اینا پرونده های هم داره دید زندان رفتن و محکوم به شلاخ شدن و هفت سال اونا بماند اسمم نمیبرم آبروی آبرو رو حفظ میکنم هرچند برخی از اینها مسلمان هم نیستن که حتی بخوای آبرو حفظ کنی خب بعد اینا شروع کردن ما, ما. ببینید دوستان متوجه صحبت این فرد شدید میگه که حتی اینها مسلمان هم نیستند یعنی میپذیر این رو به صورت پیشورز که فردی که مسلمان نیست به راحتی میشه آبروی این فرد رو ریخت همین منطقه که میاد دگر اندیشان رو افرادی که مثل ما فکر نمی کنند رو گردن میزنه میکشه و شلاق میزنه یعنی میگه اگر مسلمان بودند خب یه گناهی به ما وارده که آبروی این افراد رو بریزیم ولی چون مسلمان نیستن خب مشکلی نداره بخوای مباهله کنه یعنی اصلا سمت ما هم نبود والله پیشنهاد از سمت شما اصلا نه خیوی. من به خدا دلم یه صحبت در رابطه با مباهله انجام بدم یا لند و نفرین کردن منظور از مباهله اینه که موقعی که استدلال کارساز نیست و دو سمت حالا قضیه حرفای همدیگر رو قبول ندارند رو به نفرین کردن میارن حالا نمونه رو در گفتار آقای رایفی پور شما میتونید ببینید توضیح میده خودشون این از یک آیه از قرآن میاد و یک روایتی در این باب که مسیحیان نجران با محمد میخوان به قولی رو به این کارزار نفرین کردن بیارن که پشیمون میشن اینجور که تاریخ گزارش کرده و این بین مسلمان ها رواج داره یعنی موقعی که منطق کارساز نیست استدلال کارساز نیست رو میارم به مسائل اینچنینی لن و نفرین کردم برای دوستان عرض کنم این رو من بارها صحبت کردم در باب اندیشه جادویی اندیشه اسطوره‌ای و یا ذهن پیشمنطقی یکی از فرایندها یا به قولی کارکردهای ذهن منطقی اینه که گمان میکنه یعنی این رو میپذیره که اندیشه و زبان میتونن شکل اشیا رو تغییر بدن و دخل و تصرفی در رخداد داشته باشن نمونه رو در نماز خوندن در دعا کردن در نفرین کردن ما میبینیم یعنی افراد اعتقاد دارن اگر بیان مرو رو نفرین کنن کارساز میشه حالا بذاری جلوتر بریم من در رابطه با رد این هم صحبت های بسیار زیادی با دوستان دارم میسوزه میگم اینا نمیفهمن خدا شد بعد آقا ما میخوایم مباهله کنیم آقا یه نفر آیه مباهله رفتوش خونده باشه ببین آقا رسول الله کیو برد <تصفح> اجماع عالم اسلام بر اینه که چه کسانی رو با خودش برد بعد تقریبا من به شما بگم یک ده دوازده روزی اینا تمام اون منطقه رو پر کردن که دانشگاه اون دانشگاه سنندج این طرف اون طرف که آی ما میخوایم مبالک کنیم اینا ترسیدن نمیدن فلانه اینا به همانه نه ای حرف دیگه من خودم گفتم با چاره نیست باشه اول هم که قبول نمی به خاطر اینکه می دونستم اینا نمی دارن خودشون رو بدبخ میکنن. یکی از همین دختر خانم ها که باز اسمش رو نمی برم، اومد تو طرف شد من اسمسی هم که فرستادم و دارم اسمس های این هم گوشی هم آوردم اینجا به قول از این آنتن دیام خارجش کردم آره. که الان بعضی ما گوشی ما رو همینجوری زنگ زدن که اذیت کنن برنامه زنده بله آوردم اجازه آنتن دی خارج همه اس ام اس داشتم یکی از اینا 1126 تا اس ام اس من داده خب بله بعد خدمت شما عرض بشم که این دیگه چه بیکاری بوده واقعا دو تا متوهم به طور همدیگه خوردن حالا به فرض قبول حرفایشون که من همیشه و همیشه در گفتار ایشون یک تشکیک دارم یعنی میسنجم گفتار این فرد رو چون که فقط میتونه خوب دروغ بگه کار دیگه بلد نیست اگر صحت داشته باشه چون سندی هم براش نیورده و اطلاعاتی جز سخنان ایشون به دست من نرسیده که همچین موضوعی صورت گرفته و نتیجه بخش بوده این رو میخوام عرض کنم یعنی صرفا ما گفتار ایشون رو داریم یعنی جای دیگه درج نشده در هیچ کانالی هیچ مطبوعاتی توی هیچ روزنامه‌ای توی هیچ گفتار کسی دیگری نیست دو متوهمی که به طور همدیگه خوردن و وقتی این متوهمان به طور هم میخورن به برخورد می‌کنن با همدیگه اینجاست که خرافات ها پدید میاد ادیان پدید میاد و این شیادی‌ها ها پدید میاد شروع کرد آقای اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم مباهله و فلان و به همان ما دیگه گفتم چاره نیست متن اس ام اس این بود حالا قریب مضمون پیداشم کنم که رو بخونم خدا اینا نمیفهمن شروع اس ام اس من این بود شروع اس ام مباهله این بود خدا اینا نمیفهمن اما چون دیگه اصرار دارن میکنن باشه مباهلا مباهله معکوس کردم یعنی چی یعنی اصلا اسم اهل بیت هم به این شکل وسط که بگن نه اینا اهل بیت ما هم قبول داریم فلان متن مبا... گفتم این مباهله این متنش قبول گفتم بله چی شد این که خدایا ما تو رو سوگندت میدیم اگر جناب ابو بکر عمر عثمان آیشه برحقند حقند همینطور آن... این و خدمت شما آرز بشم ما در مورد اینها اشتباه فکر میکنیم و مورد بهتان و تهمت قرار میدیم و اینا جایگاهشون چیه؟ بهشته خب بلاهات رو بر جان ما و عزیزترین کسان ما بیار و اما اینجا نگاه کن اصلا اسم اهل بیت وسط نیست ها باشید اگر اهل بیت ما این طرف من خودم میگم در حق بودند و اینها قصب کردن حقشونو کودتا کردن ها قصب کردن حقشون رو خدایا بلا بر سر درخواست کننده مباهله و نزدیکانش بیار صبح این مباهله انجام شد بعد از ظهر مادر این دختر خانم سکته کرد افتاد رو تخت بیمارستان نصف بدنش فلج سقست خب خیلی شیعه شده دروغ میگه دوستان دروغ داره میگه خب خیلی شیعه شدن به راحتی همینطوری ملتی رو شیعه کرد خب اینقدر هزینه کردن در این کشورهای مختلف رو هم سه هزار نفر رو شیعه کردن این با یزدی بود در یکی از این کشورهای آمریکای لاتین تونسته بود 600 نفر رو شیعه کنه با اون هم همه هزینه که کرده بود این با یک مباهله و لعن و نفرین همه رو شیعه کرده دروغ داره یک مثال معروفی در فارسی داریم ما میگه که گناه کرد در بلخ آهنگری در شوشتر زدن گردن مسگری قضیه از این قرار مادر اون بیچاره چه گناهی کرده خب حالا به فرض بپذیریم آقای رایفی پور بر حق که من قبول ندارم درست دارم میگم که من بازم قبول ندارم مادر این دختر چی گناهی کرده بود اگر قرار بود اتفاقی بیفته خب واسه خود دختر باید میافتاد این یک دو اینکه حالا شما مباهله کردی ده روز بعدش بیست روز بعدش سه روز بعدش یه اتفاقی برای کثیری از اون جمعیت افتاد که میفته خانهخا آیا این نشون میده که شما داری درست میگی آیا این چون یه رابطه یه علت و معلولی شپ علت و معلولی البته اینجا برقراره و این بحث شما نفرین شما قبل از این واقع اومده پس علتش اینه که این خانم سکته کرده البته که خیر میگم هیچ ذهن منطقی نمیتونی این رو بپذیره اگر قرار بود این اتفاق بنا به گفتار این فرد پدید بیاد خب باید جمعیت زیادی از اینها نابود میشد تقریبا یک نسل بعد از بین میرفت این از این این تا اینجا بپذیرید در رابطه با ائمه شیعه حسن و حسین و فاطمه و علی و این جالبش اینه که اینها خودشون دوستان خب یا ب... مریض شدن فوت کردن یا به قولی ضربت خوردن مردن یا مسموم شدن یا تو جنگ کشته شدن یعنی خود محمد که مریض شد مرد اگر میتونست کاری انجام بده که برای خودش میکرد این ذهن کودکانه و جادوییه که میاد این تناقض ها این ناسازگاریها ها رو کنار همدیگه میاره این محمد اگر میتونست مباهله کنه این نفرین محمد اگر کارساز بود و خودتون سوال کنید مسلمانان دوستان عزیز کسانی که واقعا تعقل میکنید و فکر میکنید و ساختاری به قضایه نگاه میکنید اگر قرار بود که محمد نفرین کنه و کارساز بشه چرا رفت پیش سلمان گفت سلمان چه کار کنیم گفت خندق خندق بکنید در جنگ احزاب جنگ خندق خب نفرین میکرد اینها رو دیگه چه لزومی داشت که بیاد 20 روز این بنی قریزه و خیبر و اینها رو بخواد محاصره کنه اینها رو بی آب و غذا کنه درختان این خیبری ها رو بسوزونه از بن بکنه چه لزومی داشت خب نفرین میکرد گرفت نفرینش دیگه اینا هم تسلیم می شدن. من این رو میخوام بگم یعنی این ذهن این فرد به قدری از واقعیت گسسته شده از واقعیت بریده که یعنی حرفایی که میزنه با تاریخ ساده اسلام هم جور در نمیاد دوستان در جنگ جمل علی چرا لشکر کشی کرد خب نفرین میکرد قال قضیه کنده میشد دیگه چه لزومی داشت ایاران خودش کشته بشن از اونا کشته بشن نفرین میکرد همشون لال میشدن ایشون در شبکه مذهبی رفته داره خروارها خرافات و پرت و پلا رو هم سوار میکنه آقا یک ذهن منطقی یک ذهن منسجم نمیتونه باورهایی داشته باشه که در ناساز... ناسازگاری با هم باشن نمیتونه باورهایی داشته باشه که عقلا متفاوتن و با هم تناقض دارن شما نمیتونی بگی که بله پیغمبر مباهله میکرد میگرفت ولی همون پیغمبر توی جنگ احد زدن دندونش رو شکوندن بلایی بر سرشون آورده بودن که مسلمان رو مسلمان شمشیر میکشید دوستان اینا رفتن در جنگ احد فکر میکردن که سپاه بت پرستانی قریشیان شکست خورده رفتن خودشون آوردن به این غنیمت‌ها ها یک حمله دوباره کردن این قریشیان بر چیره شدن مسلمان بود که فرار میکرد از بالای کو از زیر کو به هم شمشیر میکشیدن خب اونجا فرشته ای می اومد یک به قولی نفرینی میکرد کرد یک دعایی می کرد برآورده میشد چرا این کارو نکرد اگر میتونست اگر اگر میتونست و نکرده دیگه از کمبود خرد دیگه وقتی من میتونم با زبان خودم این کار رو انجام بدم و انجام نمیدم خب از کمبود خرد منه و دقیقا بس دوستان اینجاست نباید فراموش کنید باید منطقی به قضايا نگاه کرد هیچ راهی هم برای ما نیست فهم عالم به واسطه ی بر ساخت منطقی صورت میگیره حالا نمیخوام وارد قضایای فلسفه علم بشم و فهمی که ما از این سو به جهان هستی داریم بگذاریم بریم جلوتر بریم چی میگیشون همینطور همین طور اس ام اس بود بعضی زنگ میزدن گریه میکردن خیلی از اینها میگفتن آی ما رو بفهمن سرمون رو میبرن و نمیدونن از این حرفا ما نمیتونیم چیکار کنیم ما ای بی ببینید رو نکنید خب چند ماه از این ماجرا گذشت شروع کردن نه اینا رفتن دعا گرفتن <applause> جادو خب این نفر اگه شعور داشته باشه که تو موبایلش جای جادو حرف حرفاس قرآن از کشیدیم میگه خدا رو گذاشتیم خود تو جای حق نشستی که ما میخوایم بلا بر سرون ببره انقدر مطمئنی بر موزه خود مو که اینا همینطور اگر خدا جای حق نشسته بود این همه انسان بیگناه به دست این کمونیست ها در شوروی و نازیست ها در آلمان کشته نمیشد دوستان حمام خونی بود که در همین خیابونهای برلین که من هستم ریخته شد چه در دوران نازیها چه در دوران شوروی که وارد شد چه تجاوزهایی که به زنان نکردند و چه در دوران برلین شرقی البته من در غرب برلین هستم و در برلین شرقی چه کشتاری که از انسانها ها نکردن کجا بود خدا دست به سینه به قولی سیگار روشن میکرد از خدای اینها این حجم از مسلمانان در طول تاریخ کشته شدند چرا مباهله نکردند در جنگ ایران و عراق چرا خمینی ایمد نفرین کنه صدام رو عمرش رو بگیره بلای بی سرش بیاد سرطان بگیره این صدام لال بشه به قول فلج بشه چرا آخه این همه خونریز در دل تاریخ بوده دوستان جالبش اینه خیلی هاشون مرگ طبیعی مردن یعنی عمر خودشونو کردن مردن مثل ما او مثلا مثل استالین عمر خودشونو کامل کرده بودن پیر شده بودن دیگه فرسوده شده بودن فوت کردن بلایی بلای ما ندیدیم در, در, طول این تاریخ بیاد بر سر این افراد خونریز همین خامنه ای هست این همه انسان مسلمون رو نابود کردین آقا که فقط به قول بیدین که نمیکشه خامنه ای این همه انسان معتقد بودن حتی به اسلام اینا بیان نفرین کنن خامنه ای رو ببینید فردا میمیره البته که خیر این علی رزوانی کرونا گرفته بود مورد مستاقش دارم برای دوستان عرض میکنم ایشون کرونا گرفته بود این بازجو خبرنگار چه انسانهایی رو ایشون تا پای چوبه دار برده بود چه به چه دردهایی به چه انسانهایی وارد نکرده بود این فرد کرونا گرفته بود خوب شد به همین سادگی خوب شد حالا شما میای میبینید که انسان بسیار خوب و با اخلاق و عادل و بزرگمنش کرونا میگیره میمیره این روزگار بین طبیعت که طبیعت نه عدالتی به ما بده کاره نه آزادی به ما بده کاره نه حقوقی به ما بده کاره این خود رایفی پور هست باور کنید دوستان اگر این میتونست این زبانش این چنین بود که میتونست تغییر در رخدادها ایجاد کنه و بیاد نفرین کنه خب میومد یهودیان و این اسرائیلی ها رو نفرین میکرد بکن خب بیا ما ببینیم دیگه بریم نتانیاهو رو شما میتونی یه هفته ای ب... یه هفته ای بکشی از جادو استفاده کن از تلسم استفاده کن از لعن و نفرین استفاده کن از قرآن استفاده کن ببینیم آیا بغل ناخونه این نتانیاهو کنده میشه این بن سلمان کنده میشه به طور مثال این ترامپ که زد قاسم سلیمانی رو کشت چرا نیامد شما نفرین کنید که نفرتون بگیره این کرونا که اومد چرا نیامد دعا کنید که دعاتون بگیره هیچ دوست این همه انسان در بیمارستان ها هستن برای اینها دعا میکنن نذر میکنن به قولی به فق، فقرا کمک میکنند به ستمدیدگان کمک میکنن طرف بیمیره مرد تموم هیچ اتفاق نمیفته ولی این آقا برای یک چیز بی خود بی ارزش میگه بله ما کاری کردیم که مادر فدانی سکته ناقص کنه یک طرف بدنش فلج بشه خب مرد حسابین چه استدلالی میاری واسه ماها چه منطقه احمقانه و بچگانه که تو میای توی رسانه میخوای رو ارائه بدی بیا خب من هستم دوستان این مسلمانی که صدای من رو میشنون حالا خیلی هم به من خورده میگیرن ایراد میگیرن چرا رایفی پور رو نقد میکنی چرا دروغ میگی کلی حالا حرف میزنن در رابطه با من بیاین همین زیر بیاین در رابطه با من یک نفرینی کنیم ببینیم میگیر یا نمیگیر دست من فلج بشه یه چیزی بگین یا بمیره این اشکان هیچ اتفاق نمیفته هیچ اتفاقی یک موضوع جالب برای دوستان عرض کنم الان به خاطرم اومد پارسال دقیقا همین موقع بود این ویروس کرونا خب خیلی شیوع پیدا کرده بود گسترده شده بود ایتالیا رو با خاک داشت میکرد کلی کشته در ایتالیا گرفت پاپ اومد گفت من میخوام دعا کنم که حالا خدا این ویروس رو کنترل کنه دیگه بلا نازل نکنه چون دقیقا مسیحیان هم به همین قضای اعتقاد دارن جالبش اینه که این پاپ اومد دعا کرد سه روز بعدش منحنی چهار برابر شد یعنی اگر در کل کشورها آمار مثلا 100 هزار نفر بود یهو شده بود ۵ هزار نفر دقیقا تو خاطر هم نیست وگرنه توی همچین چیزی بود یعنی آمار بسیار چشمگیری دیده می شد. بعد از دعای پاپ خب آیا ما باید پاپ رو به جرم جنایت علیه بشریت بگیریم زندان کنیم که آقا تو باعث شد این ویروس بیشتر شد تو گناهکاری و دعا کردی خدا هم اومد رو به کار گرفت این همه ما هر روز به هم میگیم خدا حافظ حالا من که اعتقاد به خدا ندارم و لفظ خداحافظی هم بالغ بر 7 8 سال فراموش کردم این همه ایرانیان به هم میگن خدا حافظ یعنی خدا تو رو حفظ کند خدا تو را سلامت گرداند خب چی میشه فرد میره از در خونه سوار ماشین میشه میره ماشین چپ میکنه میمیره نقش خدا چی بود اینجا هیچ صد هزار مورد پدید میاد دوستان همه منفی همه نمیشه این دعا صورت نمیگیره این نظر و خیرات و اینا صورت نمیگیره کافی یکیش بگیره بله آقا این کار ما بود ما دعا کردیم شد دی آقا مرد حسابی انسان خردمند اگر میشد خب قبلی هم باید میشد دیگه آدم به راستی تعجب میکنه گاهی اوقات شروع کردن توهین و افترا و این و رو اون طرف و فلان و بهمان به و اینجا که آ اینا جادو آوردن از هندوستان رفتن جادو آوردن نمیدونم از چی و فلان نمیدونم چه هرچی سر این جادو به هندوستان ختم میکنن بعد از این حرفا ما دوباره میخوایم مباهله کنیم او مریض بوده ببین نگاه کن از هندوستان جادو آوردن یه دلیل دو او مریض بوده اون خانم چربیش بالا بوده نمیدونم فلان بوده برای این سکته کرده اونش فلج مون فلج خب بهترین تعبینش دوستان اینه در حالا فلسفه و منطق ما سه مدل استدلال داریم استدلال قیاس استدلال استقرا و استدلال از راه بهترین تعبیر یعنی به اون تحلیل و تعبیری که بهترین اطلاعات رو ما میده و میتونه رو خوب توضیح بده اگر از من میشنوید بهترین توضیح اینه که این خانم بیمار بوده از قبل این خانم قند داشته چربی داشته حالا فشارش رفته بالا مشکل مغزی داشته یا به قولی به صورت ارسی در خانواده این افراد این رواج داشته که سکته کنن یه حرف انسان روان پریشی مثل رایفی پور چطوری که بیاد صادق از آب در بیاد خدا یا اگر ما برحق نیستیم اینها رو بکش چی میگی بابا امو جان چی میگی مرد حساب خودتو مسخره کردی ما رو مسخره کردی و خدا شاهده فرداش همی اطرافیانش به من زنگ می زدن اسمس تو رو خدا یه کاری کنید اهل بیت ما رو ببخشن بگید, بگید مادرم خوب بشه اسمس دادم چی خوب بشه؟ فکر کرد بچه بازیه؟ مسیحی های نجران جیگر نکردن مباهله رو انجام بدن فکر بازیه؟ بعد دوباره اینا حالا نگاه کن یه نکته من خیلی ظریف یا روانشناسی یه موقع شما به این نفر یه اتهام می میزنید میگه جادوگره یه موقع برمیگردم میگه نه شاعره بعد یه موقع میگه نه دیوان است معنی نمینه چه؟ که هیچ کدوم اینها نیست چون اگه در بالاخره ساحر کجا دیوانه کجا چه ربطی هست بین دوتا یه بار میگن دعا از کجا آوردید هندوستان یه بار دیگه شو چی چربی داشته <تصفح> مریض بوده خود اونا دیگه جلو نیومدن خود اونا نیومدن عمه او اومد وسط نه این اینجوری بود و فلان اینا هم می آوردن تحمیقشون میکنن متاسفانه این چهار تا آدم هم. واقعا به معنی واقعا کلمه لاوبالی نون به نرخ روز خب دقیقا مثل خود جنابالی دیگه لاوبال پرت و پلاگو شیاد شالاتان وصل و عربستان سعودی مفتی های نفتی و بس به بیت رهبری خب پاچه خار خامنه ای به قولی. مال کش سپاه پاسداران مفتی که نفتی هن. نه مفتیه که من به برادران اهل سنت اون توهین نمیکنم بزرگوارن در همین کردستان من خبر دارم خود او بنده خودم خبر ندارند. چه بس این خبرش برسه تعجب می از کجا میدونه بلند شد یکی از ماموسته ها بلند شد رفت با اینا دعوا کرد گفت حیا نمی کنید با اهل بیت در افتادید شما گفت از هیچ خبر ندارید اومدن گفتن نه دروغ دروغ دوستان کدوم ماموسته رفته بود گفته اسمشو بیا بحثی بود در رابطه با سید محمد حسینی اون هم اینطوری صحبت میکرد و هدف من دوستان اینه برای شما توضیح بدم که الگوها رو بشناسید و گرنه نه این که هر بچه 15 سالم پای حرفای این فرد بشینه میتونه بفهمه قضیه از چه قرار بعد الگوها رو شناختن شما برای اینکه تفکرات جادویی رو بشناسید تفکرات اساطیری رو بشناسید باید به حرفای افراد رجوع کنید البته کتاب هست حالا من در پایان به دوستان معرفی این کتب رو فلان از من اینجا یادداشت کردم از 14 فوریه که اولین اس ام رو من تو گوشیم ثبت دارم اینا شروع کردن توهین بیاید مباهله فلان من هی جواب میدادم که همون یه مباهله اگر شما میخواستید آدم بشید همون یه مباهله بستتون بود اگه میخواستید مسیر انتخاب بکنید همون یه مباهله بستتون از 14 فوریه حالا به گوشی من میلادیش گوشی من میلادیه بسان دقیقاً نمیدونم درست بوده یا نبوده یعنی تاریخ گوشیم تنظیم بوده یا نبوده اطلاعی درست حسابی ندارم من این چیزی که قشنگ اس ام اس دارم من همه اس ام اس نگه داشتم خب از 14 فوریه شروع مثلا یه اس ام اس میداد 5 صفحه مباهله،, مباهله 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 چی شد ترسیدید حرفای رکیک زشت شد. عزم میخوام بدم شلوارتون خیس کردید شما شیها نمیدونم فلان بم هی hey, من اس ام نه اون جادو بوده اون مریض بوده اون فلان و بهمان و اینجور چیزا حالا ببین داستان این دفعه چیه داستان این دفعه بر سر اینه که اینا بیان یه مباهله درست کنن منتها این دفعه نبا من بگن نه با هم بند خدا که قضیتش کرده بودن یک دانشجو خب بیان با او و اینا قرار مباهله بسازن یعنی چی یعنی مباهله رو درست کنن و او بند خدا رو سر کنن بگن در اثر مباهله از بین رفت متوجه شد چی شد؟ بله شد وزیر اطلاعات ذهن خانی هم میکنن ایشون ذهن افراد رو میخونن دقیقا نیت افراد رو میدونن میرن تو ذهن افراد بعد به جانو تصمیم میگیرن این شیوه صحبت کردن ایشون آدم شیاد بله این خیلی عجیبه دا. دوش دوش. برن سم بخرن یه نفر رو بیارن نزدیکی خونه اینا بره ساکن بشه از چند ماه قبل با یه طرح رفاقت بریزه توی یه فرنی ورداره این سم رو بریزه به خورده این بچه بده که بگن مباهله چی شد؟ مباهله از سرک متن این مباهله شبیه همین بود شبیه همین اگر اونا برحقا ما اشتباه میکنیم پدر مادرات رو <تصفح> بگم اگر هم برعکسه اونا قاسب بودن و فلان اینجور چیزا بودن حق احلوی تو خوردن بر اینا هم. بگذاریم از این دوستان یه ارزش نداره بذارید به دوستانی کتابی رو معرفی کنم کتاب کارکردهای های ذهنی در جوامع عقب مانده فکر میکنم اسم نیمسند خوب نیفته لوی برول ترجمه یدالله موقن کتاب بسیار عالی است این کتاب البته کمی تخصصی است یعنی نیاز به آشنایی با این مباحث داره ولی اگر دوستان وقت کنن این کتاب رو دو سه مرتبه بخونن البته کتاب خیلی قطوری است دو, دو, سه مرتبه این کتاب رو بخونید مشخصا با روان امثال رائفی پور آشنا میشید که من هدفم هم اغلب وقتا توضیح اینجور کتاب است ولی عموما ارجا نمیدم که دوستان یه خورده به قولی دوچار سردرگمی نشن و دقیقا توضیح میده اینجا تو این کتاب مثلا در رابطه با ذهن انسان بدوی یا انسان بدوی انسان بیابانی یا انسان نخستینی توضیحات بسیار گسترده ای داره من متاسفانه علامت گذاری نکردم ولی یک چیزی بود میدیدم ها اینجا جالب می نویسه میگه برول بارها در این کتاب میگوید که تجربه بر ذهن ابتدایی یعنی بدوی بی اثر است اگر تجربه بارها اعتقادات انسان ابتدایی را نقص کرده و پوچی آنها را به اثبات رسانده باشد باز هم او بر اعتقادات خود راسخ میماند و تجربه را مردود میداند بعد خیلی جالب حرفش خیلی جالب بود خیلی خوشم از این مطلب اومد بس دقیقا اینجا یعنی انسان های خرافی موقع که یک شواهدی هم برای رد باورهاشون میاد اون شواهد رو در نظر نمیگیرن در کتاب بهار مجلسی شما اینها رو بسیار میبینید دروخ های سرا هم کرده گفرده ریخته ولی خب خودش یعنی قبول نمی کنند چون خیلی پرت و پلاست و چیز دیگه میخوام برای دوستان عرض کنم در باب تشیع و اهل سنت ببینید اینها گفتن که میگن که ابو بکر، عثمان، تله و زبیر، آیشه دیگه خیلی ها خیلی ها دیگه اینها همه کافر بودن اینها همه نمیفهمیدند به قولی حتی نامسلمون بودن اینها رو فوش میدن میگن جایگاه اینا در جهنمه من میخوام این رو بگم اینها افرادی بودند که اسلام رو مستقیما از محمد در کردن و در تمام زندگی پیامبری این فرد با این فرد همراه بودن ابوبکر عثمان عمر تله زبیر آیشه خب یعنی محمد انقدر احکامی که اوورده مباحثی که مطرح کرده بی بنیاد بی اساس و غیر قابل به قولی انتقال بوده که حتی روی اطرافیان خودش هم تأثیر زیادی نذاشته و نتونسته تأثیر بذاره جاری کار اینجاست ای ببینید یک،, یک نفر دو نفر سه نفر نیست بسیار افراد زیادی بودند که از گردونه اسلام به نظر شیعیان خارج شدند یعنی وقتی شما شیعه رو میپذیرید یعنی میپذیرید دسته وسیعی از اطرافیان و یاران به قولی خونی محمد یارانی که حاضر بودن جون برای محمد بدن اینها از گردون اسلام خارج میشن این خیلی عجیبه که پیغمبری اومده حالا کتابی اوورده معجزه داشته ایده های خوبی اوورده به ظاهر که من قبول ندارم ولی نتونسته روی اطرافیان خودش تاثیر بذاره شما چه انتظاری دارید که احکام این فرد بتونه روی یک جامعه صد میلیونی تاثیر بذاره روی یک جامعه 200 میلیونی تاثیر بذاره و حتی بتونه جامعه رو بهبود ببخشه بس من همیشه اینجاست همیشه من این چالش رو برای شیعه مطرح کردم حالا ممکنه شما بیاین تمثیلی بیارید مثلا مثالی بزنید که بله آقای اشکان شما نتونستی مثلا روی دوست خود تاثیر بذاری بله ولی من ادعای به غیب نکردم من ادعا نکردم که از غیب باخبرم من ادعا نکردم فرشته میاد از غیب برای من خبری میاره من ادعای معجزه نکردم من نگفتم کسی نمیتونه عین کلام من صحبت کنه و من نگفتم که خوشگوتری نیست که در بیانات من نباشه یعنی ادعای من ربطی به این قضیه نداره بله برای من بارها پیش اومده که در گفتگو با دوستان نزدیک خودم با شکست روبرو شدم یعنی چیزهایی میگفتم که اینا قبول نمیکردن ولی خب من ادعایی نداشتم که حرفایی که میزنم میتونه جهانیان رو نجات بده و من با غیب دست به گریبانم و چیزهایی که محمد میگفت و دوستان من هم این چنین اعتقاد پیامبرگونه نسبت من نداشتن من رو پیامبر نمیدونستن اعتقادی نداشتن که من به معراج رفتم اعتقادی نداشتن که من با جبرائیل صحبت میکنم اعتقادی نداشتن که من همیشه حرف حق رو میزنم و چیزهای از این دست و از این قبیل من میخوام این رو بگم بحث من همیشه بحث استدلالی و شواهدی بود حالا دوست من طرف مقابل من بخش از حرف من رو میپذیرفت بخشش رو یا گاهی میزد زیر همه حرفای من ولی محمد که این چنین نبود محمد اعتقاد داشتن اسلام مسلمانان قرآن میخوندن نماز روزه ولی شما میبینید که همه اینها در آتش جهنم هند. بیشتر از این سر دوستان رو درد نیارم بذارید مبحث رو بکول کنم به جلسه دیگه ممنون تا نوبت دیگر به زود به همگی